ویدیو امروز ما در مورد سلسله هوتکیان است و درخواست دوست عزیز ما امروز در مورد سلسله هوتکیان گپ زدیم. بریم پس ببینیم ویدیو را. سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدیم به یک ویدیو دیگه از من فائقه سلطانی و ویدیو امروز ما هست در مورد سلسله هوتکیان یا حکومت هوتکیان و مؤسس حکومت هوتکیان کسی نیست جز میرویس هوتک. و میرویس هوتک از قوم پشتون است. کسی که پشتون ها را نمیفهمن که کیها هستن، لطفا برین در ویدیویی که در مورد پشتون ها جور کردم و برین تماشایش بکنین، معلوماتتان اضافه کنین که قوم پشتون از کجا تشکیل شد و چطور به وجود آمد و بعد از او بیاین سلسله هوتکیان را گوش بدین. اما دیگه در جریان هستن، شاید هم نباشین که ما در جریان میمانم تانه، سلسله هوتکیان از سال 1709 میلادی تا 1738 میلادی حکمرانی کردن و کسی که در رأسش و مؤسس سلسله هوتکیان بود میرویس هوتک هستن و اقوامی که در داخل سلسله هوتکیان قرار دارن کلشان از قوم خلجایی که قوم پشتون گفته میشه و در قندهار سکونت داشتن تشکیل شده. خود سلسله هوتکیان یک قسمت از افغانستان و یک قسمت از ایران تحت کنترل خود داشته. همونطور هم که گفتم، حال بر من نیاینده کامنت نوشته کنین که ایرانی تو بود، افغانستان تو بود. در اون زمان نه ایران جدا بود نه افغانستان جدا بود، کلیشان تحت نام خراسان یک جای بودن. بله، از او خاطر سلسله هوتکیانم حکم رواییشان یک قسمت از افغانستان و یک قسمت از ایران بود. خب قبل از اینکه بخوایم بریم به خود هوتکیان و سلسله اش که چطور حکومت هوتکیان تشکیل شد، اول باید بدونیم کیها حکمرانی میکرده و چه اتفاقی افتاده که میرویس هوتک موفق شده که حکومت خودش داشته باشه. وضعیت دوران شاه صفوی یا سلطان حسین صفوی هیچ خوب نبوده. یعنی چی؟ یعنی وقتی در دوره سلطان حسین صفوی سیل بکنین میبینین که خیلی خیلی مردم ظلم دیدن، خیلی مظلومیت دیدن، خیلی اذیت شدن و خود سلطان حسین صفوی موفق نبود که حکومت خودش درست اداره بکنه و همین کشمکش ها، همین تنش ها باعث شد که حکومتش کمی لغزش داشته باشه و بتونه یک اعضای خارجی از حکومتش بتونه بیایه و کلن حکومتشان نابود بکنه. و اینجا میشه که ما میتونیم بگویم که بعد از حکومت صفوی حکومت هوتکیا صورت گرفت و این رقم برعکسش هم میتونیم بگویم که سلسله قبل از سلسله هوتکیان سلسله صفویان بوده. در قندهار بین سالهای 1690 تا 1709 دو قبیله خیلی خیلی نیرومند سکونت داشته. یکیش قبیله غلجایی بوده، دیگهش هم قبیله دورانی بوده و پادشاه های او دوره کوشش میکرده که یکی از این قبایل به طرف خودش بیاره. چرا؟ بخاطر که قدرت بیشتر به دست بیاره. هر پادشاهی که یکی از این دو قبایل با خود میداشت قدرت بیشتری را میداشتک. به مو خاطر هر پادشاه کوشش میکرد که یکی از قبایل دلش به دست بیاره و به طرف خودش بکشانش. جریان بود که گرگین خان گرجی در سال 1695 از طرف سلطان حسین صفوی شکست میخوره. این شکستش منجر به این میشه که ایرا به قندهار روان بکنن و در قندهار منصوبش بکنن و اونجا به عنوان حاکم قندهار میتونست که حکم روایی بکنه. در این بین گرگین یکی از مریدای ملا محمد باقر مجلسی بود. یعنی چی؟ یعنی که وقتی مرید محمد باقر مجلسی بوده این کمکش کرده تا بقیه ملاها و علما کلگیشان به گرگین خان گرجی رای بتن و به حکومت قندهار منصوب شوه. تمام. اما اینجا یک چیز دیتان باید بگیرین که گرگین خان گرجی بسیار ظالم بودن. اقدر مردم اهل سنت اذیت و آزار میکده، اقدر آزارشان داده که هیچ پرسان نکنین. البته چیزی است که تاریخ نویسان نوشته کده و من امورا بر شما دارم میگم.
خود گرگین خان گرجی وقتی که حاکم قندهار منصوب میشه بعد شروع میکنه ظلم ستم و بالای آدمایی که از اهل تسنن هستن یا اهل سنت هستن و خانه هایشان رو تسخیر میکنه، مالایشان رو میگیره، مردایشان رو به قتل میرسانه، دخترها و خانومایشان تجاوز میکنه و بعضیشان هم میته به افسرهای خود. خلاصه ظلم است که از سر رویشان میباره. در بینی که گرگین خان ظلم ستم سر مردم انجام میته، دولت خان که از قوم ابدالی بوده هیچ کدام از امر و دستورات گرگین خان اطاعت نمیکنه و حاضر نمیشه که به گرگین خان اطاعت بکنه و کوشش میکنه که مخالفت نشان بده، بخاطر که میدونسته گرگین خان یک آدم ظالم است و اگر مردمش به دست گرگین خان بفته پس مردمش هم مثل مردمی که در قندهار بودن ظلم و ستم میبینن. از او خاطر حاضر نمیشه، ولی گرگین خان دست بر نمیداره از سر دولت خان و بعد از او قبیله ابدالی را شهرش محاصره میکنه و تصرف میکنه. خود دولت خانه امرای پسرش نظر محمد یک جای دستگیر میکنه و اعدام میکنه، اما دیبن دو پسرش رستم خان و زمان خان موفق میشه که فرار بکنن و برن به پناهگاهی که برای ابدالی ها بود پناه ببرن. بعد از چند وقتی خود زمان خان به طرف کرمان تبعید میشه و میمونه رستم خان، که رستم خانم به قندهار فراخوانده میشه و بعد از او اعدامش میکنن. دی بینا وقتی که میرویس هوتک در سال 1673 به دنیا میایه، وقتی که کلان میشه و به یک سنی میرسه که خودش میتونه ثابت کنه، گرگین خان اینجا یک اشتباه میکنه. البته امی که میگم بر خود مار تربیه میکنم تو یک گپ هستک دیگه، نمیفهم یک ضرب المثل هستک امی رقم یک چیز هستک. اینجا گرگین خان اشتباهش به چی هستک؟ اشتباهش چی هستک که میرویس هوتک که پدرش هم شاه عالم یکی از بزرگان قبیله هوتک بوده، ای وقتی که میرویس هوتک کلانتر قندهار میسازه، مردم کلیشان فرصت خوب میبینن و میگن که خواهالی که میرویس هوتک کلانتر استک، ما میتونیم که بریم و از گرگین خان شکایت بکنیم. مردم میامدن و به میرویس هوتک از ظلم ستمهایی که گرگین سرشان پیاده کرده بود گب میزنه و از تمام کارهای خرابی را که گرگین خان در قبال مردم انجام داده بود شکایت میکنه و میرویس هوتک اینجا آرام نمیشینه. یک نامه مینویسه و از گرگین خان بابت کارهایی که کرده شکایت میکنه و او را میته به شاه حسین صفوی. در این نامه بعضی آدمای دیگه هم بودن که امضا کردن و تایید کردن گپ میرویس هوتک. نامه وقتی در دست شاه حسین صفوی میرسه، گرگین خان از این گپ اطلاع پیدا میکنه و خیلی عصبانی میشه و از امون خاطرم خود میرویس هوتک امروی تمام آدمایی که در زیر از او امضا کرده بود، زیر از او نامه که امضا کرده بود، اونا را به اصفهان تبعید میکنه. میرویس هوتک در بینه که در اصفهان بود موفق میشه که بره به سفر حج و حج بکنه. در بینه که میره به سفر حج، از اونجا از علمایی که در سفر حجش میبینه و علمای بزرگ خود مکه منوره، بعضی حرفایی را که تابالا شده امرای میرویس هوتک و گرگین خان، این را به امرای از اینا شیر میسازه و میگه که اینقدر ظلم و ستم در مقابل مردم اهل سنت ما انجام داده و تمام قبیله اهل سنت کشته و خانما و دخترایش تجاوز کرده بالایشان. و اینجا همه علما یا مو ملای او زمان برش یک نامه را میده که مشروعیت استادن در مقابل حکومتش یا محاکمش که گرگین خان است را میده
و اینجا میرویس هوتک بخاطر از اینکه او مشروعیت از طرف ملای ماما یا علما داشته راحت میتونسته که در مقابل گرگین خان استاد شود. او زمان مثل حالی نبوده که مثلا شاید میتونیم که مقایسه بکنیم، مثلا حاله ما بخاطر از این که بخوایم یک ظلم از حکومت ما پس بکنیم، مثل که ایرانیا بخاطر قضیه مهسا امینی میخواید که ظلم پس شود و بر بین الملل صدای خود را میکشن، بر کسایی که قدرتمند هستن صدایشون را میکشن تا حکومتش را سرکوب بکنن و ظلم و ستم و حجاب اجباری را استاب کنن. اما تو دو زمان های قدیمی هم بود که مثلا میرفته از علما و ملاهای و دوران کمک میخواسته، بخاطر که در اون زمان ها که بوده مردم بیشتر معتقد دین و چیزا بوده و بیشتر مذهبی بوده نسبت به حاله، حالی که مردم اونقدر اعتقاد نداره در چیزی، اما در اون زمان ها خیلی زیاد اعتقاد وجود داشت و مردم خیلی پابنده گپا بودن. خب از موضوع ما دور نشیم. اینجا چی میشه؟ وقتی که میرویس هوتک برمگرده از 18 اصفهان و بعد از اون میره از اصفهان میایه به طرف قندهار و در قندهار که میایه به ظاهر هر دوتایشان همدیگر قبول میکنن، به ظاهر یعنی میرویس هوتک قبول میکنه گرگین خانه و گرگین خان هم قبول میکنه میرویس هوتک، اما ظاهرن ایتو بوده، درونن ایتو نبوده. چی میکردن؟ در پشت سر همدیگه بعضی آدمایی که طرفدارش بوده را جمع میکردن و بر علیه گرگین خان میگرفتن، یک قیام هم میخواستن برپا بکنن و این قیام هم خیلی خوب اتفاق در سال 1709 میلادی، یعنی در یک روز قیامی را که انجام داد تانست که گرگین خان و تمام سپاه صفوی را و گرجی را از پای بانه. و چرا در یک روز؟ بخاطر از اینکه سپاه گرجی ها و صفوی ها بخاطر حکومت ضعیفی که داشتن و حاکمان ضعیفی که داشتن میتونستن به راحتی اونا را شکست بدن. از اون خاطر خود هوتکیان هم موفق شدن که در یک روز هم صفویان هم گرجیان را شکست بده و بعد از او در همون سال 1709 سلسله هوتکیان به وجود میایه و میرویس هوتک هم حاکمش میشه، امیر سلسله هوتکیان میشه. بله، میرویس هوتک تقریبا 5 سال 6 سال حکومت میکنه، یعنی از 1709 حساب میکنه 7 سال. اوکی، 7 سال میرویس هوتک حکم روایی میکنه و خب مردم های خودش ازش راضی بوده و حکومت خوبی داشته و حکومت خود خوب تانسته بوده که تحت سلطه خود داشته باشه و این برای یک پادشاه بسیار خوب است. اما خود میرویس هوتک در سال 1715 میلادی در سن 41 سالگی وفات میکنه. حالا میایم در اینجا باید این رو برتان بگویم که بعد از میرویس هوتک چه کسی در جای شش دگ؟ بعد از میرویس هوتک عبدالعزیز که بیادرش بودگ به تخت میشینه، اما عبدالعزیز فقط 2 سال حکومت میکنه و بعد از او پسر میرویس هوتک میایه و جای عبدالعزیز کاکای خودم میگیره و میگه چرا باید کاکای من حکومت بکنه وقتی من اینجا زنده استم، وقتی من اینجا کلان استم، وقتی من اینجا خیلی قدرت دارم. از این خاطر در 1717 میلادی حکومت از کاکای خود میگیره و در دستهای خودش قرار میده. محمود هوتک کم بچه میرویس هوتک است، موفق میشه که از 1717 تا 1725 حکم روایی بکنه. حالا بیایم میره حساب کنیم که آیا مثل پدرش موفق بودن زیاد حکومت داری کنن یا نه. 1717، 1718، 1719، 1720، 1720،
21 22 23 24 25 9 سال. خب بس چک چک میکنم. بسیار حکومت خوبی داشته. بعد از محمود هوتک پسرش اشرف هوتک یا معشرف افغان مثل محمود افغان به تخت میشینه، حکم روایی میکنه و بعد از او حسین هوتک میایه. اما اینجا باید بگویم که سلسله هوتکیان در دوره حسین هوتک به پایان میرسه. حالا چرا؟ به خاطر چی حسین هوتک موفق نمیشه که حکومت درست پیش ببره و سلسلهشان از بین میره؟ حسین هوتک آخرین امیر دوره هوتکیان بود که توسط امیر حسین هوتک هم دوره هوتکیان به پایان میرسه. و حسین هوتک در اون زمانی که اشرف افغان شهید میشه یا میمره و حکومتش یک رقم روی هوا میمانه، حسین هوتک وارد میشه و میگه که نه من میتونم که ایره حکمرانی بکنم. افغانستان تحت کنترل حسین هوتک بوده، یعنی تو نبوده که کاملا پرت بوده باشه و هیچ وجود نداشته باشه. چرا؟ حسین هوتک بوده و حکومت خودش را داشته در طرف افغانستان و حکم روایی میکرده. ولی اینجا نادرشاه از ضعف حکومتی اینا باخبر میشه و وارد میشه و باقی مانده کسایی که خلجایی که مانده بوده، یعنی از حکومت هوتکیان هر کسی که مانده از ایران میرانشانه و اونا را میکشه. و خود نادرشاه همراه با احمد عبدالی و 4000 نیروی دیگه در سال 1338 وارد قندهار میشه و حسین هوتک شکست میده و قندهار تحت تصرف خودشان در میاره. اینجا باعث میشه که حسین هوتک امو قلم روی خودش، امو قندهارم که داشته، امو شهرم که داشته، منطقه خودش که داشته، او رو از دست میده و اینجا باعث میشه که حکومت هوتکیان به پایان برسه و مردمای هوتکی کلگیشان دوباره برمیگرده به قلعه پیشینشان که به نام قلعه خلجایی یاد میشده. و اینجا بود که نادرشاه جون و احمدشاه عبدالی جون اینا رو تصرف میکنه و همه قنده ها رو میگیره. بله دوستای عزیز، ای بود ویدیو امروز ما در مورد سلسله هوتکیان. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه، مورد قبول دادن قرار گرفته باشه و ویدیو بعدی ما در مورد سلسله تیموریان است. تشکر از اینکه بر من اینقدر در منتظر شیشتین و بختر ویدیو ما را تماشا کردین و لذت بردین. من از اینکه بر شما ویدیو جور میکنم لذت میبرم. دوستتان دارم. تشکر از لایک ها و کامنت هایتان و همچنان سابسکرایب یادتان نره و کسی که جدید مرا میبینن. دوستتان دارم. بای.